سلام به همه برابچه برنامه نویس سر تا سر ایران چطورید عشقای امین احمد امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت توپ و سر حال باشید و این ویدیو رو با من با دقت زیاد ببینید این سری از ویدیو ها یه سری ویدیو های توضیحی هستن مطلب عمیق جدیدی و عجیبی واسه یادگیری ندارن دوست دارم اینا رو یک بار گوش کنید و بفهمید و بعد ادامه بدید اما مطلب عمیقتری که میخوام بگم از این جای دورمون به بعد یعنی من پس هم مخصوصا حالا معماری مخصوصا معماری آرکیتکچر بچه ها مثل این موز میمونه مثل اینه این موز الان نرسیده است من به شما اینجا روی این بخش حداقل بخش ابتداییش موز نرسیده میدم منظورم چیه؟ منظورم اینه طول میکشه تا براتون جا بیفته باید روش وقت بذارید باید با دقت زیاد بخونید باید چندین نمونه ببینید یه مدتی بگذره و این هی پخته و پخته و پخته تر بشه چون خیلی از مسائلش ریستریکت رول نیستن و چیزایی نیستن که یا این یا اون خیلیاش سلیقه‌ایه خیلیاش بسته به پروژه داره خیلیاش بسته به مقیاس پروژه داره و اینا چیزایی که توی تجربتون به کار میان و شما ازشون استفاده میکنید پس با من باشید این مطالب با عمیق و باحال بریم سراغشون رو یادشون بگیریم اما کل بحث کلین آرکیتکچر یا معماری اصولی برای سه قانون همیشگیه که بهتون گفتم کد راحت خونده بشه راحت حفظ و نگهداری بشه و راحت مقیاس بپذیره و در واقع هر کاری که ما روی بحث تمیزی کد و ساختار کد میکنیم میرسه به این سه اصل اما اصلا کلین آرکیتکچر چیه بچه ها؟ خب What is clean architecture؟ این معماری تمیز، معماری اصولی، این کلین آرکیتکچر که در موردش صحبت میکنیم یعنی چی؟ اولا خود کلمه آرکیتکچر یا معماری اینجا توی عبارت اولش توضیح داده برامون architecture means the overall design of the projects. طراحی کلی پروژه ما میشه architectureش یا معماریش it's organization of the code into classes or files or components or modules میگه اینه که ما یعنی در واقع کد هامون رو توی فایل ها، توی کلاس ها، توی کامپوننت ها یا ماجول ها بچینیم و اینه که It's how all these group of code relate to each other. اینه که تمام این حالا ما کدوممون رو توی کلاس ها و بعد توی فایل ها بعد توی کامپوننت ها یا توی ماژول ها و این ماجول و کامپوننت و فایل و کلاس اینا چجوری با هم ارتباط برقرار میکنن؟ The architecture defines where the application performs its core functionality. Architecture تعریف میکنه که آقا اپلیکیشن ما کور فانکشنالیتی کارایی اصلی کارایی بیسش و اتفاقاتش کجا, ات... کجا رقم بخوره و اینکه چجوری این فانکشنالیتیه ارتباط میگیره با رابط کاربری یا دیتابیس کور فانکشنالیتی یعنی کار اصلی و اپلیکیشن شما مثلا شما فرض کنید یه اپلیکیشن دارید مثل ویز که کارش اینه که آدم ها رو از مبدا و مقصدشون برسونه توی محسر ترین حالت این میشه کور فانکشنالیتی شما حالا این کور فانکشنالیتی اپ شما اینه که ارکیتکچر میگه آقا این کور فانکشنالیتی کجا باشه یو چی بشه این اتفاقات چی بشه دیتابیس کجا باشه چجوری اینا با هم در ارتباط باشن در گفته clean architect معماری architecture معماری اصولی refers to organizing the project so that it is easy to understand easy to understand یعنی همون قانون رید خون میگه clean architecture باعث میشه پروژه شما آسون بشه فهمیدنش easy to change راحت بشه تغییر دادنش و maintain کردنش as project grows راحت بشه تغییر دادنش وقتی که پروژکت داره گروز میکنه داره رشد میکنه داره اسکیل میشه داره مقیاس میپذیره پس بحث ریدیبلیتی، maintainability, اسکیلبیلیتی خوندنش فهمیدنش راحت بشه راحت تغییر بشه راحت مینتین بشه راحت اسکیل بشه مقیاس بپذیره this دازنت هپن بای چانس و میگه این اگه میخوای بهش برسی این اتفاقی نیست it takes intentional planning قصد و عزم میخواد برنامه ریزی میخواد فکر میخواد باید وقتی داری پروژه رو شروع میکنی جلو میبری این آرکیتکت و این معماری و این چیدمانت تو ذهنت باشه اصولش که دقیقا این کاریه که ما میخوایم توی این ویدیو با هم بکنیم میخوایم اصولش رو یاد بگیریم ایزی بریم سراغ اسلاید بعد ببینی اینجا اینجا میخوام باتون در مورد مشخصه های یک معماری صحبت بکنم یک معماری اصولی یا حالا like کلین میگه the secret to building a large project that is easy to maintain is this میگه وقتی میخوای یه پروژه اصولی داشته باشی که راحت مینتین بشه رازش توی اینه separating the files or classes into components that can change independently of other components میگه آقا باید توی ذهنت این باشه که اینا قرار تغییر بکنن و یک جا تغییر داده نباید جای دیگر رو تحت تاثیر قرار بده اینها باید از هم سپریت شده باشن جدا شده باشن یک اصول دیگری هستش که به نام سپریشن آف کانسرنز یعنی نگرانی ها رو از هم جدا بکنی مسائل از هم جدا باشن یه مثال قشنگی هم زده. گفته آقا این چه ف... این رو تصور بکنین این اشیار رو ببین با یه تنابایی به همدیگه وصلن. بعدشون به چند تا بعدشون به یکی. بعدشون از دو طرف مثل این قیچیه. میگه بیا فکر کن. میگه بیا فکر کن به این که سعی کنی جای این قیچیه رو با یه چاقو عوض کنی باید چه اتفاقی بیفته باید این گره رو باز بکنی این گره رو که به این مربوطه باز بکنی این گره رو که به این مربوط باز بکنی بعد این گره رو که به این خودکار هم وصل باز بکنی بعد جاش یه دونه چاقو بذاری بعد این, این گره و این گره و این گره رو باز بکنی حالا میگه فرض کن به جای این شکل شما یه اینطور شکلی داشتی میگه حالا ببین حالا که همه به یه مرکزی وصلن به یه اینجور چیزی اگه الان من بخوام این قیچی رو حالا به این ش... نمیگم به این مرکز وصلن به این شکل ارگنایز شدن به این شکل چیدمان شدن اگه من الان این قیچی رو بخوام با یه چاقو باز کنم یک گره باز میکنم تمام جاش چاقو میذارم حالا شما این رو با این مقایسه بکن این میشه استفاده نکردن و نداشتن اصول کلین آرکیتکت به عنوان یک مهندس نرم افزار چون این بچه این مسائل تایملسه زمان نداره همیشه این مسائل قانون ها برقراره مثل قانون جاذبه در کره زمین یا قانون تنفس اکسیژن اکسیژن نرم مصرف نکنی میمیری زمان نداره شرایطی نداره و اینکه اینا ربطی به زبون برنامه‌نویسی خاص نداره مثلا کلا کلین آرکیتکتچر یه چیزیه که اصولیه مثلا ربطی به اون محیط نرم افزاری که داری توش کار میکنی اصلا نداره حالا چون پی اچ دارت نه موبایل وب یا سافت دسکتاپ هر چیزی هر سافت این مباحث توش ریلیت میکنه میتونه باشه و مرتبط و این روش میشه استفاده از کلین که خیلی ساده تر اوکی این شد از اینکه اصول کلین آرکیتکت در واقع اصلا کلین آرکیتکت چیه من روی این قسمت خواستم بهتون میگم که اصلا کلین آرکیتکت چیه و چرا روی ویدیو بعدی میریم یه کوچولو جزئیات بیشتر دیتیل بیشتر و عمقمون رو بیشتر میکنیم روی کلین آرکیتکت Let's دو this بیاید بریم با هم سراغ ویدیو بعدی سلام به همه برای بچه برنامه نویس سر تا سر ایران میبرم هر جا که هستید خوب باشه سلامت تو و سر حال بچه روی ویدیو قبلی بهتون گفتم اصلا کلین چیه و چرا اما کلین آرکیتکت یه مشخصه های ذهنی و جداسازی هم به ما داده گفتیم که این در وهله اول یعنی ارگنایز کردن این کد توی کلاس و فایل و کامپوننت و ماژول و اینها که چی کجا باشه تو چجوری ارگنایز بکنی چجوری سپریت کنی بخش های مختلف نرم افزارت رو کلین آرکیتک میاد اینو توی یه سری لایه ها توضیح میده ببین لایه دای دایره است که یه دایره دیگه داخلشه این میشه لایه درونی این میشه لایه بیرونی این دو لایه مفهوم دارن میگه تو باید موقع توسعه نرم افزارت به یه لایه فکر کنی به نام دامین و باید توضیح داد میگه the inner circle is the domain layer of your application این لایه داخلی لایه دامین اپلیکیشن تو. This is where you put The business rules این جاییه که business rule رو میذاری. قوانین business. اما قوانین business بعد توضیح داده چیه؟ میگه by the business we want necessarily means a company. میگم بیزنس منظورمون یه شرکت بیزنس یه کامپانی نیست. It just means the essence of what application does the core functionality of your code. میگه آقا business rule که توی لایه دامین باید باشه منظورم اینه که این بیزنس رول کور فانکشنالیتی اپلیکیشن تو کار اصلیش مثلا گفته یه ترنسلیشن اپ ترنسلیت میکنه یه دونه آنلاین استور یه سری محصولات داره که میفروشه These business rules tend to be fairly stable میگه این بیزنس رول و این کاری که ما میکنیم تقریبا به صورت خیلی شانس بالای استیبلن از اونجایی که شما تغییر نمیدی گفته چرا منظورم اینه که ثابتن fairly stable ان. گفته since you are not likely to change the essence what your application does uh, uh, very often میگیم آقا بیزنس رول کار اصلی و کور فانکشنالیتیه که اپلیکیشن تو انجام میده و اینا معمولا استیبل چون معمولا اپلیکیشن تو کار اصلیش هیچ وقت تغییر نمیده مثلا فرض مدیر شرکت میاد بگه خب اپلیکیشن ما یه اپلیکیشن ترنسلیت مثلا فارسی رو به اسپانیایی ترنسلیت میکنه خب بیای تغییرش بدیم به یه چیزی مثل ویس بکنیمش اپلیکیشن چی میگن راهیابی راهگشایی راهگیری از این چیزی این نمیشه که پس دامین میشه قسمت های اصلی به اپلیکیشن تو که تغییر نمیکنن اما در مورد یه لایه دیگه داره صحبت میکنه اینجا یه لایه دیگه هم داریم به نام لایه infrastructure چیه؟ میگه the outer circle is infrastructure این لایه بیرونی It includes things like UI, database, web API and frameworks میگه آقا توی این اینفراستراکچر توی این لایه تو کدهایی رو میذاری بخشهایی رو میذاری این لایه ها لایه های تفکریه ها لایه های جداسازیه لزوما این خودش یه فولدر نیست مثلا اینفراستراکچر یه لایه است و باید بین فکر کنی که اینا یه جی... این لایه اینفراستراکچر یه جایی که تو یه کاره دیگه باید توش بکنی چه کارهایی؟ گفته کارهایی مثل یو آی دیتابیس یو آی هم یوزر اینترفیس باتن کجا باشه یه ویو یه صفحه یه ویجت تو دیتابیس های مثلا که کار کار با هم به بی, بی پی آی ریکوست ریکوست دادن دیتا گرفتن دادن به سرور و فریمورک کدی که برای خود فریم فلاتر باید تو این لایه اینفراستراکچر باشه گفته things are more, more, likely to change the domain چیزایی که از تغییرشون امکان پذیرتره از دامین یعنی احتمال تغییرشون از لایه دامین بالاتره برای مثال you're more likely to change how your button looks then your uh, then your to change how is a loan is calculated میگه برای مثال وقتی تو بیزنس رول توی دامین گذاشتی مثلا این که, که جوری یک وام uh, مثلا ممکنه محاسبه بشه مقدار بازگشتش یا اینکه ممکنه چجوری یه باتنت شکلش عوض بشه کدومی که از اینا وزنش بیشتره برای تغییر عوض کردن یو آی یو آی ها معمولا دیدید که همه اپلیکیشن خود اینستاگرام دیدید مثلا چند ماه بار یو آیش جایش تغییر میکنه مثلا راوند کورنر باتناش بیشتر میشه کمتر میشه ادیوس یه جایش عوض میشه رنگی ای جایش عوض میشه منوش عوض میشه یا توی منو یا آیتم جدید میاد یعنی یو آی میشه هی در حال تغییره ولی مثلا اپلیکیشن اینستاگرام مثلا منطق تعداد لایکش هیچ وقت تغییر نمیکنه تعداد لایک همیشه تعداد لایک تعداد لایک نمیشه تعداد لایک به تعداد ویو مثلا توی اپلیکیشن مثلا اپلیکیشن بانکی محاسبه وامت معمولا ثابت میبینی فرق دامین و پس دامین میشه بیزنس رو انفراستراکچر میشه یو و دیتابیس و وب و این چیزا ایزی اینجا هم گفتم میرسیم اینجا حالا این لایه های ما ارتباطی با هم دارن مثلا اگر گفتیم انفراستراکچر دیتابیس ما باشه دامین مثلا میشه کلاس های ما بیزنس رول ما حالا infrastructure مثلا دیتابیس توشه دیتابیس میخواد یه مدلی رو ذخیره بکنه دیگه اون مدل کلاسش توی دامینه دقت بکنید مفهوم وابستگی که بهتون آموزش دادم بچا لایه درونی نمیتونه وابسته باشه به لایه بیرونی به لایه سبز اینفراستراکچر میتونه وابسته باشه به لایه دامین ولی دامین به اینفراستراکچر نه پس این وابستگی رو هم باید رعایت کنید حالا اینا رو فقط گوش کنید تو ذهنتون بسپارید بعدا هر چقدر بریم جلوتر مثل اون هی پخته تر و پخته تر میشه زیاد جزئی نباشید روش هی براتون بیشتر باز میکنم براتون داستان اصلا عجله نکنید میگه boundary between the domain and infrastructure is set up so that the domain does not know anything about the infrastructure میگه یه مرزبندی بین لایه دامین و انفرسترکتر وجود داره اونم مرزبندی اینه که دامین هیچی راجب لایه بیرونش که انفرسترکتر نمیدونه اصلا بهش ربطی نداره دامین میگه من بیزنس رو, رو هم هر کی میخواد بیاد از من استفاده کنه من با بیرون خودم کاری ندارم اوکی؟ okay. that means the UI and the database depend on a business rule این یعنی یو آی database که توی اینفراستراکچر هستن وابسته هستن دیپند آن ا بیزنس رول یعنی که توی دامینه با دی بیزنس رول dont depend on a ui or database ولی بله میگه این لایه دامین هیچ وابستگی به لایه بیرونیش نداره this makes it a plugin architecture میگه این در واقع میشه یه حالت پلاگین it does not matter if the ui is a web اینترفیس میگه این کار که دامین بیزنس رول ما به اینفراستراکچر یعنی همون یو و ایناش ربطی نداشته باشه باعث میشه که دیگه به دیگه این بیزنس رول ما لایه دامین ما اهمیتی نداره براش که توی یه دونه وب یا دسکتاپ اپ یا یه اپ موبایل if the cloud. دامین does not care. میگه دامین دیگه باش اهمیت داره این دیتا توی اس کیو ال تو نو اس کیو ال اس کیو ال نو اس کیو ال دیتابیس توی پروژه تو دو براتون توضیح داده بودم اس کیو ال نو اس کیو ال کلاود رو سرور هر جاست اصلا مهم نیست This makes it easy to change the infrastructure و این تغییر و این جدا سازی باعث میشه که ما راحت بتونیم لایه اینفراستراکچرمون که لایه یو آی و ای پی آی و دیتابیس و ایناست رو راحت تغییر بدیم یه نگاه جزئی تر به لایه دامین داشته باشیم لایه دامین ببین لایه اینفرسترکش که همین سبزه است که این رو براتون ثابت نگه داشتم اما لایه دامین به سه لایه تغییر میکنه در واقع میشکنه جزئی تر میشه به انتیتی یوز کیس و ادابتر درونی ترین لایه رو میگیم انتیتی همون مدل کلاس هامون در واقع موجودیت هامون میگه آقا انتیتی یه سری از مجموعه بیزنس رول ها هستن که واجبن برای فانکشنالیتی اصلی اپلیکیشن ما میگه در واقع انتیتی ها توی زبانه آشه گرایی در واقع همون متد هایی هستن که توی یک کلاسی جمع شدن اینا میشن انتیتی ها متد هایی که توی کلاس جمع شدن و اینا بیزنس رول های ما هستن مثلا مثال زده گفته آقا سود وام محاسبش ده درصده و این بیزنس رول اپلیکیشن بانکی ماست حتی اگه اپ وجود نداشته باشه بازم سود وام ده درصد این منطق ها این کد ها که کد های پایه ای برنامه ما هستن در واقع متد هایی که توی یک کلاس هستن این کلاس ها میشن انتیتی ها و نکته مهم اینه که این کلاس هایی که بهشون میگیم انتیتی که حالا یا مدل کلاس هستن مثلا چه میدونم یک کلاسی هستن مثلا نام یوزر مثلا مثلا یا وام مثلا که توش یه سری متد داره که مثلا وام و سودش رو محاسبه میکنه یا پرداخت اقتصادش رو محاسبه میکنه این کلاس ها که در واقع میگیم توی لایه انتیتی قرار میگیرن اینا از لایه های بیرونی مثلا لایه یوز یا adapter هیچ چیزی نمیدونن و به اونها وابسته نیستن that is they don't use the name of any other classes or component that are in outer layers یعنی چی؟ یعنی آقا از اسم هیچ کدوم از کلاس های یا هایی که توی این لایه های بیرونیش هست استفاده نمی کنه. اینجا هم براتون یه مثال دادم مثلا این لونه یه در واقع انتیتیه میگه آقا پرینسیپل هم ریت هم پریود هم اینه متود ها هم این مثلا make payment apply interest change late like fee مثلا یه سری یک کلاس لونه که این متغیرها رو داره مثلا نرخ و باز زمانی و پرینسیپل رو یه سری متدها داره مثلا میگه آقا پرداخت کن یا سود محاسبه کن یا مثلا چنج لیت کنم لیت یعنی مثلا تغییر بده میزان مثلا جریمه دیر کرده پرداخت رو میبینیم میشه یه لون میشه یه انتیتی تو توی برنامه تو حالا اینا رو باید ریلیت کنی توی اپلیکیشن خود که مثلا انتیتی تو چی میتونه باشه میدونی حالا میریم سراغ یه لایه بالاتر لایه بعدی لایه یوز کیس بچه دقت کنید الان که خوایم در مورد لایه یوز کیس یاد بگیریم انتیتی یوز کیس ادپتر اینا در واقع همون لایه دامین اینا فقط جزئی تر شدن ببینیم میگه یوز کیس در واقع بیزنس روله برای یه اپلیکیشن خاص for a specific application یعنی چی؟ میگه they tell how to automate the system سیستم آتومیت میکنه اتوماتیک میکنه رفتار اپ ما رو تشخیص میده و تشکیل میده میگه برای این مثال the book of the business rule for a use case فلان اونجا نشون دادیم مثلا میگه که از اونجا گرفته در واقع اینا میگه the use case interact with Independent entities اولا ببین چون اومدیم یه لایه بیرون این یوز کیس با لایه درونی یعنی انتیتی در ارتباطه و بهش وابسته است یعنی ازش استفاده میکنه یوز کیس از انتیتی But they don't do nothing about the layers further out. یعنی این دو لایه دیگه از لایه های بیرونی با خبر نیستن این از این دوتا و این از این تا. They don't care if data is stored in a cloud or a local database. اینجا مجدد ما مفهومی از در واقع کانکریت یا مشخص داریم که دیتابیس لوکاله یا چه میدونم کلاود سرور میگه این لایه اینترفیس دیزاین میکنه ابسترکت کلاسی داره برای لایه های بیرونی که استفاده کنن مثلا یه سری از مثال ها زده, زده توی این در قسمت یوز که آقا این یوز کیس قرار چی کار بکنه گفته آقا مثلا یه سری قوانین آقا ولیدیت کنه نیمو مثلا بیشتر از سه حرف باشه ولیدیت کنه آدرس و مثلا بگه آدرس بیشتر از سه کلمه باشه مثلا مشخص بکنه که بگیره مثلا امتیاز کریدیت کارتش و امتیاز حسابش رو اگه که مثلا کریدیت کارت استورش مثلا بزرگتر از 500 کوچیکتره یا نه ببینه مثلا یا در غیر مثلا بیاد یه مشتری بسازه یا یه انتیتی بسازه و اکتیو بکنه لون استیمیشن رو مثلا هم اگه مثال بانک رو نگه داریم بگیم آقا انتیتی یه کلاس وام مثلا کاستومر داره حالا یوز کیس یه سری شرایط داره توش قوانین و اتفاقات مربوط به اپ ما رو داره میگه آقا مثلا اگه امتیازش بالاتره حالا از اون یوز کیس اینجا استفاده میشه برای اینکه یه دونه کاستومر ساخته بشه و میزان وامی که میتونه بهش تعلق بگیره محاسبه بشه بازم میگم اینا رو فقط تو ذهنتون داشته باشید دوش اصلا حساس نشید این میشه لایه یوز کیس که با انتیتی در ارتباطه ایزی لایه ادپتر ادپترز خیلی باحاله ببین ادپتر یعنی تربیت کننده یعنی یه چیز رو به یه چیز دیگه ای تبدیل بکنه برای استفاده مثلا چارجر گوشی شما یه ادپتره برق شهری رو به ولتاژ که با شما شارژ بشه تبدیل میکنه میگه ادپترز ار also کالد اینترفیس ادپترز یه سری اینترفیس هستن رابطهایی هستن آر در ترنسلیترز بیتوین دامین اند لایر میگه یه لایه بین لایه دامین شما و انفراستراکچر شما که مثلا یوقایتون توشه میگه یو رو میگیرن به یوز کیس میدن که استفاده بکنه از یوز کیس و از یوز کیس هم در واقع دیتا رو میگیرن مناسبش میکنن برای جوری که توی UI قابل نمایش باشه این کار لایه ای ای ادابتر خیلی خلاصه در نهایت هم انفراستراکچر میگه لایه که آیو کامپوننت یو آی دیتابیس فریم ورک دیوایس ایتس دی که بیشترین تغییر رو داره بیشترین اتفاقات و جنب جوش ها درش اتفاق میفته Since Um, the things in this layer are so likely to change به خاطر که چیزایی که توی این تو این لاین ممکنه که خیلی تغییر بکنن they are kept as far as as far away as possible from the more stable domain layer میگه ما اینا رو گذاشتیم توی دورترین حالت از دامین لایر ما که قابل در واقع استیبل تره چون اینا خیلی تغییر میکنن because they are kept separate it's relatively easy to make changes or swap components for another میگه چون جدا شدن حالا تغییر خیلی راحت تر اتفاق میفته اما بچه ها پیاده سازی این در واقع لایه ها که قرار ما فایل و کلاس هامون رو توی این لایه های مختلف بذاریم یه پرینسیپلی داره پرینسیپل for implementing clean architect solid s-o-l-i-d پنج قانونن پنج اصل هستند که باید رعایت بشن توی چیدمان کدمون توی یک کلاس در سطح کلاسمون و کدمون و اینا هر کدومش برای یک در واقع قانونه S O L I D که بهش میگن سالید هر حرف یک قانونه مثلا حرف S برای قانونی به سینگل ریسپانسیبلیتی تا اینجا کلین آرکیتکت رو فهمیدیم چیه و چرا لایه هاش رو فهمیدیم و قوانینی که داره به ما توضیح میده و حالا میخوایم بریم این قوانین پیاده سازی فنیش رو هم ببینیم در سطح کلاس که این پنج قانون رو هم یاد بگیریم و بعد بریم سراغ پروژه فلاتری خودمون ایزی دمتون گرم پس ما تا اینجا فهمیدیم کلین آرکیتکت چیه بریم این پنج قانون پیاده سازیش و سالید رو هم یاد بگیریم Let's do this با سلام به همه برابر بچه برام نمیسه سر تا سر ایران چطورید میخوایم امروی این قسمت با هم دیگه پرینسیپل در واقع سینگل ریسپانسیبیلیتی رو یاد بگیریم اولا این سینگل ریسپانسیبیلیتی اسش برای اسش میشه در واقع اس سالید اولین قانون سینگل ریسپانسیبیلیتی abbreviated with اس ار پی سینگل ریسپانسیبیلیتی پرینسیپل شرط در واقع اینکه هر کلاس فقط یک کار بکنه میگه آقا کلاس فقط باید یک دلیل داره تغییر داشته باشه به شکل دیگه ای کلاس فقط باید یک کار بکنه این کمک میکنه به مینتین راحت تر و کلا کاریه که اصولیه که باید در را رعایت میشه اینکه کلاس یک کار بکنه یعنی چی همی رحمت بیاید بریم با همدیگه روی کد ببینیم من اینجا میام یه دونه پروژه جدید می سازم یه دونه پروژه جدید دارت می سزم. دارت نیو پراجکت کنسول اپلیکیشن یا همون فایل مینی هم که دارید کار میکنه ها نیو فولدر توی پراجکت اسمش میذارم سالید تو هم میتونید همون فایل مینی که داشتیم همون هم روش کار بکنید و کنارش همین کار رو بکنید فرق نمی ولی خب حالا من کل این سورس کدام براتون گذاشتم توی در واقع روی گیت هاب براتون میذارم در واقع خب میام روی این در واقع بین و یه فایل دارم توی فولدر بین به نام سالید داد دارت این کد برنامه منه خب می میکنم تا بیلد بشه خب من میام اینجا روی در واقع ویژول استودیو کد تا با هم دیگه رو ببینیم میام اینجا یه دونه فایل جدید میسازم اوپن فولدر رو کلیک میکنم میام روی قسمت فلاتر اینجا نیو فولدر میکنم مثلا اسمش میذارم سالیت این فولدر رو باز میکنم حالا اینجا یه دونه فایل جدید میسازم اسمش رو میذارم دارت مثلا اوکی اینجا هم یه فانکشن مین رو می نویسم توش پرینت میذارم مثلا تست ران می کنم این تست رو ببینیم تا مطمئن شیم که کدومون ایزیه حالا من اینجا میخوام براتون یه کد نشون بدم بچه دقت کنید میام اینجا ام نیو فایل یه فایلی می به نام shapes.dart خب بعد این کد اینجا کپی پیست می کنم حالا یه روی این کموس میزنم اینجا ایمپورت میکنم که فقط آن این داشته باشیم اینو اینا رو هم نالیبل میکنم اوکی این لیست رو هم میگم یه لیست برگردونه اینم میگم یه بادی نالیبل بتونه برگردونه اوکی من اینجا یه اینجور کدی دارم میام اینجا روی سالید همینجا یه فولدر جدید میسازم اسمش رو میذارم SRP سینگل خب توش یه دونه فولدر دیگه میسازم به اسم رانگ و توی این استان روی خودم کلیک میکنم دوباره کلیک راست میکنم نیو فولدر کارکس یعنی درست و غلط این شیپس رو میذارم توی رانگ خب دقت کنید اینجا این کلاس شیپ ماست که کلاس اشتباه هم هست حالا من این سورس کد رو براتون گذاشتم میتونید بیاید این در پروژه رو دانلود بکنید خودتون بیاید بسازید و این شیپس رو ك... این در واقع شیپس رو کپی پیس بکنید توش تا این کد من برسید بچه دقت کنید این کلاس رو. ما یه کلاس شیپس داریم که این میاد یه لیستی از کش ها رو نگه میداره میاد یه ریکوستی میزنه به نتورک مثلا اینا همه فرضیه یه ریکوستی میخواد بزنه از نتورک چیزی بگیره بعد یه سری متد داره که یه اسکوئر یعنی مربع و دایره و مثلث رو در واقع برای ما روی صفحه قرار بکشه بعد یه سه تا متد دیگه داره که در واقع ایریا یا محیط رو میخوان محاسبه بکنن اریای سکویر سیلکر و تراینگل یعنی مثلا یک مربع یک دایره و یک مثلث رو میخواد محاسبه بکنه این کلاس شیپ پچ الان داره چندین کار میکنه مثلا یه لیست کش داره میسازه داره یه سری شیپ پرینت میکنه داره محاسبه میکنه یه سری در واقع محیط یه سری اشکال هندسی رو یه کلاس باید یک کار فقط بکنه در واقع یک دلیل فقط برای تغییر داشته باشه خب امیر احمد درسته این چی میشه ببین درسته این چجوری میشه اینه که آقا اینا هر کدومشون بشن یک کلاس برای خودشون مثلا کلاس تراینگل سیرکل و اسکوئر که اتفاقات مربوط به اینها رو در واقع مربوط به این اشکال توشون رقم بخوره من میام روی کرکتش نیو فایل میکنم میگم شیپ کرکت کرکت دات دارت کرکت در واقع دات دارت oh. اینجا میگم یک کلاس اسکوئر یا مثلا مربع دارم خب اسکوئر بعد اینجا میگم یک کلاس سیرکل یا دایره دارم که مثلا کار دایره رو میکنه بعد اینجا میگم یه کلاس رکتنگل رکتنگل یعنی مستطیل مثلا یه مستطیل توش هندل بشه بعد اینجا میگم مثلا یه کلاس دیگه دارم به نام shapes آنلاین مثلا این کارش اینه که بیاد ریکوست رو بزنه دیگه این قسمت از کد رو که مربوط به ریکوست دادن و مثلا ساختن یه لیست کش از اطلاعاته میاریم تو این کلاس shape آنلاین این شکلی میبینی حالا اینا مثلا همشون یه ایریایی دارن یه محیطی دارن دیگه مثلا میخواد بگه آقا مثلا دابل ایریای مثلا اسکوئر ریترن بشه مثلا ایکس یه عددی و همین برای دایره و همین برای مثلا مستطیل خب شیپ میتونه بیاد چی بشه شیپ میتونه بیاد یه کلاس ابسترکتی بشه بگه من یه شیپم یه شکلم abstract class shape که یه دابل ایریا باید وجود داشته باشه خب یه متدی که ابسترکت و دابل برمیگردونه حالا این شیپ ارسبری میکنه از شیپ حالا اینجا هم مجبوری که اوورراید بکنه متد شیپش رو و همین برای دایره و همین برای رکتنگل حالا اینجا را هم ببینید بچه ها مثلا اینجا هم متد پرینت داره خب شما باید بیاید این پرینت کردن رو به یک کلاس دیگری بسپارید مثلا من میام میگم من یک کلاس پرینت دارم یک اینجوری میگم ببین چقدر قشنگ فرق میکنه فکر درست برای سینگل میگم من یک کلاس دیگه ای دارم که شیپ پرینتره میخواد پرینتش بکنه فرض کنید من یعنی منظورم اینه که مثلا طراحیش بکنه روی صفحه خب این کلاس شیپ پرینتر من چی کار میکنه؟ میاد یه متدی داره مثلا به نام و... یه ورودی بعد خروجی نداره وویده مثلا درا میکنه شیپو ورودیش چی میشه؟ ورودیش میشه یه چیزی از جنس شیپ به اسم شیپ که میاد مثلا از اون شیپ ایریاش، محیطش، مساحتش و اندازش رو میگیره مثلا و درایش میکنه حالا این شیپ دیگه چون من از ابسترکت کلاس استفاده کردم میتونه هر کدوم از شیپ های من باشه میتونه اسکوئر باشه میتونه سیرکل باشه میتونه رکتنگل باشه میبینید بحث روی ابسترکت بودن و متد بودن این نیست بحث روی اینه که هر کلاس باید یه کار خاصی بکنه یه کلاس نباید چند تا کار بکنه متوجه این و اینا رفتاراشون هم متفاوته مثلا دقت کنید من الان اسکوئر من مثلا اریاش اگر مثلا میگم اسکور مربع دیگه اگه یه دونه زل داشته باشه مثلا یه دونه ساید داشته باشه خب محیطش میشه مربع میشه در چهار در چهار دیگه مثلا این میشه ساید زب در ساید مثلا این یه رفتار دیگه ای داره این یه رفتار دیگه ای داره محیطش که بعد هر کدوم از اینا یه محیطی دارن که مثلا این درا از این محیطشون استفاده میکنه برای اینکه مثلا دراشون بکنه بازم میگم اینا همه فرضیه ها میخوام یه چیزی بگم که چیزی تو ذهنتون بیاد خود مسئله اصلا مهم نیست پس جدا سازی چقدر قشنگتره اینکه سینگل ریسپانسیبیلیتی داشته باشیم و هر کلاس یک کاری بکنه و یک دلیل برای تغییر داشته باشه این میشه مفهوم سینگل ریسپانسیبিলিتی بازم میگم بچه‌ها این مسائل مثل موزن اینا رو باید بذاری بپزه تو ذهنتون باید بهش زمان بدی موزه قهوهیش خوشمزش شیرموز سنگین دلم خواست پاس کنم برم این شیرموز بخورم بیام ها؟ باید بذاری قشنگ بپزه این داستان وسطتون، اینجا دیگه رولی نیست قانونی نیست که اگه مثلا این اینجا باشه اشتباه این دیگه مفهومیه باید حواست باشه یه کلاس در مفهوم بیزنس تو در مفهوم کد تو فقط یه کار بکنه اینا رو بذارید تو ذهنتون بپزه این مثلا منم یه بار ببینید یه بار کدش بزنید دمتون گرم بیاید بریم سراغ ویدیوی بعدی Let's دو دیس سلام به همه برابچه برنامه نویسه سر تا سر ایران چطورید؟ اشخیرم ایران برام هر سلامت بچه هم داشتم در قوانین سالید باهاتون صحبت میکردم گفتم هر کدوم از این حرفا نماینده یک قانون استش که بود او قانون اوپن کلوز ببین مفهوم اوپن کلوز میگه آقای کلاس های شما باید نسبت به اسکیل باید وقتی که میخوام بزرگ بشن تغییری درشون اتفاق نیفته اصطلاحا open for extension and close for change یعنی چی؟ یعنی تغییر در مقیاس درشون اتفاق نیفته زمانی که بتونن واقعا توسعه پذیر باشن توسعه پذیر منظورم از توسعه پذیرین کد زدنشون نیست مقیاس پذیر بودنه حالا من هر چقدر از این چرتو و پرتای حرفی به شما بگم شما نمیفهمید همونجوری که من خودم نمیفهمم خودم همیشه پرگماتیک بودم با عمل میفهمیدم به خاطر همین بیاید بریم اینو رو کدم نشونتون بدم و روی کد مطمئن باشه که قانون اوپن کلوز پرینسیپل رو به سادگی میفهمید حالا اینجا با من باشید من براتون یه فولدر جدید ساختم OCP Open Close Principle توی رانگش یه فایل هست به نام دارت. اینو باز کنید ببینید من این, این کد رو براتون تحلیل کنم بچه ببینید اینجا رو من اینجا یه دونه در واقع کلاس رکتنگل دارم و یه کلاس سیرکل بینید که این دوتا کلاس سینگل ریسپانسیبیلیتی هست پس این قانون از قبل رعایت شده اما یه کلاسی که دارم به نام ایریا کلکیلیتور که در واقع میاد محیط رو حساب میکنه یه متد توش داره به نام محاسبه یه آبجکت میگیره خب این حالا آبجکت یعنی از هر چیزی هر شی اوکی این آبجکت من این شیء من میگم اگه شیپ ایز رکتنگل اگه از جنس رکتنگله خب تو بیا بگو عرض و طولش رو ضبط در هم کن ارز و ارتفاعش رو محاسبه میشه در غیر این صورت گفتم یا چیه یه سیرکله پس بیا اون شیپ رو که یه چیزی از جنس آبجکت کستش کن به سیرکل بگو تو یک سیرکلی حالا که میدونم که سیرکلی بیا ردیوسش رو ضبط در ردیوس کن ضبط در عدد پی کن شوار ضرب در شعاع ضرب در عدد پی برنگ اینکه محیطش به دست بیاد اما یه سوال اگر که فردا روز ما یه کلاس دیگه ای اینجا داشته باشیم که این کلاسمون مثلا تراینگل باشه خب یعنی مستعینی مثلث و این روش محاسبه دیگه ای داشته باشه من باید بیام نگاه کن وقتی من اینجا توسعه میدم اسکیل میدم و یه شی جدید اضافه می کنم حالا بیاد بیام این ایریا کلکیولیتور رو چینج کنم باید بیام یک تغییری درش ایجاد بکنم بگم حالا مثلا اگر شیپ من هستش یک ترای انگل بیا فلان کارو بسار کارو انجام بده خب الان این کلاس من نسبت میقیاس داره تغییر میکنه من باید به هی بیامه یه چیزش اضافه بکنم این اشتباهه کلاس باید برای اکستنشن اوپن باشه اکستنشن توسعه رو بپذیره اسکیل رو بپذیره اما چنج رو نه تغییر رو نپذیره باید اتوماتیک این اتفاق بیفته امیر احمد یعنی چی اتوماتیک یعنی این شکلی فرض کن مثلا من اولا شروع بدم مورد بدش رو ببین اگر که اشیاء ما بزرگتر بشه ایریا کلکیولیتور ما این شکلی میشه مثلا برای اسکیل و برای اسکوئر و تراینگل هم اضافه از کردم دو تا شرط دیگه اولا اینکه اصلا این قشنگ نیست چون هی ایفا داره بزرگتر میشه این شرط زیاد میشن ایفی که اینجوری بزرگ بشه یعنی کار ما اشتباهه این یک دو اینکه بعد هی توی این تغییر هی به ازای هر مدل از شیپ و شکلی که اضافه میشه به پروژمون هی باید بیایم این کلاس رو تغییر بدیم این بده قانون کلوز اوپن کلوز ریسپانسیبلیتی میگه این باید در این اینکه مقیاس این پذیره هی نیاز به تغییر نداشته باشه حالا چه جوری میای میگیم ما یه کلاسی داریم خب به نام شیپ شیپ این کلاس شیپ ما یه دونه ابسترکت متد داره مثلا به نام calculate area خب حالا این abstract کلاس. حالا این abstract کلاس من چیکار داره میکنه؟ پدر تمام شیپ های من میشه یعنی extend میکنه از شیپ و این متد calculate ارییا رو اضافه میکنم بهش خب نگران این error رو نباشید مهم نیست حالا اینجا واسه ما خب و اینجا هم همینجوری اکستند میکنیم از شیپ و متد کلکیولیت ایریا رو بهش اضافه میکنیم این کانست const کانسترکتور هم برمیدارم حالا حالا که این کارو رو کردم دیگه واسه اهمیتی نداره شیپ چیه من یه متد کلکیولیت دارم که میاد یه چیزی از جنس شیپ میگیره و دیگه به این ایفا نیاز نداره چون همه شیپ های من اینجوریان میگم ریترن کن شیپ دات کلکیولیت ایریا چون همه شیپ های من در واقع یک متدی دارن به نام کلکیولیت ایریا که دابل یه دابل برمیگردونه مثلا محاسبه شده ایریاشه مثلا الان دیگه رکتنگل خودش ایریاشو محاسبه میکنه ریترن میکنه مثلا ریترن میکنه این ویف در های عرض و طول رو سیرکل ریترن میکنه رادیوس زبدره داره رادیوس زب پی میبینی تا اینجوری اتفاق بیفته و در واقع محیطش محاسبه بشه حالا دیگه اهمیتی نداره من اگر یه کلاس دیگه هم داشته باشم اسمش رو تغییر بدم مثلا به تراینگل مثلا مجدد دیگه اهمیتی نداره بازم این اریا کلکیولیتر من کار خودش رو میکنه چون ترنگل هم توی خودش یه متدی داره برای محاسبه اریاش میبینی اپلیکیشن همون تو داره, داره توصیه میپذیره اکستنشن داره گسترش داره اکستند داره ولی کلاسمون چنجی نداره کارش داره کارش رو انجام میده رایی شدین این میشه قانون اوپن کلوز پرینسیپل حالا من اینم کارکتش هم براتون میذارم توی این کارکتش نیو فایل او سی پی کارکت اینم کندرزت میذارم برمیگرونم به اون حالت اشتباهش این شکلی اینم از حالت اشتباهش بچه بازم میگم اینا همه هارد رول نیستن مثلا حتما نباید اون ابسترکت بشه اینا هارد رول نیستن اینا رو فقط دارم بهتون نشون میدم که چجوری میشه اینا رو رعایت کرد فقط دارم بهتون یه فهم کلی میدم از این قوانین سالید اوکی دمتون گرم که این ویدیو همراه من بودید بیاید بریم سراغ ویدیوی بعدی سلام به همه یه برای برنامه نیمیسه سر تا سر ایران چطورید روی این ویدیو میخوایم با همدیگه در مورد قانون لیسک آف صحبت بکنیم پرینسیپل اسکاف میگه که آقا من خیلی ساده بخوام بهتون بگم به زبون امیر احمدی خودم میگه آقا ساب کلاس تو باید لاجیکش با سوپر کلاس بخونه یعنی یک سوپر کلاس تو یک کلاس ابسترکتی که تو دیزاین میکنی که یه عالم ساب کلاس داره که کانکریت هم هستن و ایمپلمنتیشن واقعی از متد ابسترکت کلاس پدرشون دارن این ایمپلمنتیشنه باید منطقی باشه باید همیشه جواب بده همیشه باید صحیح باشه نه باید یه جایی باشه که اینو نقض بکنه پیروی رفتار ابسترکت از کلاس پدر رو یه کم ساده تر بخوام بگم اینه که کلاس ابسترکتون رو باید خیلی درست و دقیق دیزاین بکنید بعضی موقع ممکنه نیاز به شکستن به اینترفیس ها داشته باشن یا بعضی تعریف دیگرش اینه که آقا ترجیحاً اینترفیس ان رو ترجیح بدید به کلاس uh, ابسترکت حالا کل اینا یعنی چی بید بریم با همدیگه روی کد ببینیم براتون فهم و درکش آسون تر میشه بریم روی کد بچه ها اینجا رو ببینید من یه کلاس ریزالت دارم یه ابسترکت کلاس ریزالت که نتیجه است توی قسمت رانگ قانون LSP سورس کدم یه روی گیت هاب براتون گذاشتم کامل میتونید استفاده بکنید اما اینجا رو ببینید اینجا من چی میگه گفته آقا من یه بررسی نتیجه دارم که آقا این میاد یک نتیجه رو بررسی میکنه یه بار میاد واسه اون نتیجه کدینگ تست هم انجام میده یعنی مثلا فرض کنید یه پروژه نرم افزاریه براش تست هم مینویسیم و از دو لحاظ تستش میکنیم هم کودی هم کودش رو تست میکنیم هم خود کار رو تست میکنیم اما فرض بکنید حالا مثلا ما دو تا شعبه داره این بیزنسمون یه مکانیکال برانچ داره که ارث کرده از ریزالت و خب طبیعتا این دو متد ابسترکت رو هم اینجا کانکریت کرده اوورراید کرده و ایمپلمنتیشن یعنی به صورت پیاده سازی یعنی بدنه داره به ما میده برن که یه کاری واقعی انجام بدن از این دید ابسترکتشون فاصله گرفتن دیگه این شعبه مکانیکال برنچ میاد چک میکنه ریزالت رو مثلا فرض کن آقا یه دیب. دستگاه هیدرولیکیه مثلا این آرمش این مثلا پیستونش کار نمیکنه خب پیستونش رو درست میکنن روشن میکنن این پیستونه کار میکنه بعد خب میگن دارمون درست شد ولی دیگه کودینگ تست ریزالت نداره نیازیست براش تست نویسی کود انجام شد چون اصلا مکانیکیه تستی نداره اما همین ابسترکت کلاس اینجا وقتی که یه بچه داره یه ساب کلاسی داره که پیروی کرده ازش اکستند کرده ازش و اینجا متد ها رو برده براش جواب میده چون هم مثلا پرداخت داره کار میکنه هم برای اون قسمت پرداختش تست نوشتیم تستش هم نیازه کدینگ تست هم داره حالا این کلاس ابسترکت ما خوب دیزاین نشده چرا چون سوپر کلاسیه که ساب کلاس هاش لاجیکش رو تغییر میدم بعضی جاها و بعضی جا اصلا نیاز نداره این یعنی که این ابسترکتتون رو شما اشتباه دیزاین کردید حالا لیسکاف چی میگه میگه اینو بعضی جاها نیازه که این ابسترکت کلاستون شکسته بشه به اینترفیس ها و ترجیح میدید که به یه اینترفیس بشه حالا ما روی دارت مفهوم خود اینترفیس رو نداریم اما به این شکل اینترفیس ها پیاده میشن ببین میگیم یه ابسترکت کلاسی داریم abstract کلاسی داریم مثلا به اسم تست که مثلا یا تست مکانیکی انجام میده یا مثلا یه اسم قشنگتر براش بذارم مثلا آفلاین تست ریزالت اوکی یا مثلا مکانیکال تست و یه متد مثلا ابسرکتی توش داره مثلا به اسم تست result اوکی حالا جالب اینه به جای کلمه کلیدی اکستند هم میتونیم از کلمه کلیدی ایمپلمنت اینجا استفاده بکنیم بگیم ایمپلمنت میکنه پیاده میکنه قبول میکنه این در واقع کلاس پدر مکانیکال test result رو و اینجا هم مجبور میشه که اینجا اوورراید بکنه این اما بچه چرا من اینجا ایمپلمنت گذاشتم فرق این ایمپلمنت با اکستند چیه اینجا همین رو براتون کوچیک و گذارا توضیح بدم ببینید اگه من اینجا این متد دیگه ای داشته باشم مثلا حالا این تی کوچیک اشتباه شد اینجا مثلا تست دو داشته باشم خب که این متد دیگه ابسترکت نیست بدنه داره خب چون از ایمپلمنت استفاده کردیم اینجا مجبوریم که این متدی که حتی بدنه هم دارد و ابسترکت نیست اینجا اوورراید بکنیم و ایمپلمنتیشن داشته باشه این کلاس برای خودش چرا چون از کلمه کلیدی ایمپلمنت استفاده کردم اگر این کلمه اکستند بود قضیه فرق میکرد کلمه اکستند میگه آقا فقط اونایی که ابسترکت هستن نیاز دارن که override بشن اینجا ایمپلمنتیشن کانکریت داشته باشن ولی اگر ایمپلمنت بشه تمام متد های کلاس پدر باید اینجا توی کلاس فرزند override بشن حتی مثلا تست دویی که بدنه داره و ابسترکت نیست و در واقع کانکریته فرق کلمه کلیدی ایمپلمنت و اکستند اینه حالا من اینجا چون یک در واقع متد دارم و اینو در واقع به عنوان یک اینترفیس دارم در نظر میگیرم یه قرارداد دارم در نظر میگیرم میگم که مکانیکال تست ریزالت یه قراردادی هستی که یک متد در واقع ابسترکت درون خودت داری هر کسی تو رو میپذیره ایمپلمنت میکنه تو رو باید متد تو رو بهش بدن بده و ازش استفاده بکنه و همینجور میام یه دونه دیگه میزنم مثلا سافت تست ریزالت برای مثلا اینجا میگم coding تست ریزالت برای در واقع زمانهایی که ما اینجا به عنوان سافر هستیم یعنی دیگه به جای به جایی که اکستند بکنم سافر ریزالت رو ریزالت رو اکستند میکنم سافت تست ریزالت رو اوکی okay. و اینجا هم کودینگ تست ریزالت رو ما داریم ایمپلیمنتشنش رو اکی؟ یه نکته دیگه هم بهتون بگم وقتی ما ایمپلمنت میکنیم از کلمه دیدی ایمپلمنت در واقع استفاده میکنیم میتونیم چند تا در واقع قانون چند تا قرارداد رو بپذیریم چند تا این کلاس در واقع ابسترکت اینترفیس رو داشته باشیم مثلا میتونم بیام بگم کاما تو ممکنه بعدا بخوایم که آقا سافر هم به این مکانیک هامون اضافه بشه فردا یه توی کمپانیمون یه اتفاقی میفته که تمام این چیزایی که پیستونی بودن یه کامپیوتر یه, یه مثلا کامپیوتری یه فکر کنم بهشون میگفتن پی سی آر یه سری دستگاه بودن پی ال سی بود فکر کنم قدیمی براشون کد میزدم پی ال سی مثلا یه کامپیوتر کوچیکی حالا بهشون به این قطعات اضافه میشه ممکنه فردا سافر تست هم بهشون اضافه بشه خب سافر تست رو هم مثلا اضافه میکنه حالا دیگه مجبور این قانون رو هم چون میگم مجدد ایمپلمنت و اینم در واقع یک ابسترکت متوده که باید اوورایت بشه و مثلا این هم اوورایت بشه براش در واقع کل چیزی که لیسکاف میگه میگه که آقا این قانون یعنی اینکه شما بپذیرید که کلاس ابسترکتتون فرزندانش در همه حالت ازش پیروی بکنن و بتونن ازش استفاده بکنن چیزی نباشه که ابسترکت کلاستون یه چیز خیلی گنده ای رو فکر کرده باشه که خیلی از کلاساتون اصلا نمیتونن انجامش بدن اگه میخواید ابسترکت فکر کنید باید درست فکر کنید اگه که ابسترکتتون خیلی گنده است و الکی ابسترکت یه سری چیزا داره که الکی یه سری از بچه‌ها اجاشته میکنن اونو بشکونید به اینترفیس ها به این شکل و ایمپلمنتشون بکنید دمتون هم که این ویدیو هم همراه من دیدید بیاید بریم سراغ ویدیوی بعدی سلام به همه برای بچه برنامه‌نویس سر تا سر ایران روی این ویدیو میخوام یه قانون دیگه یه پرینسیپل دیگه از سالید رو بهتون بگم اما بچه اینجا اتفاقی که میفته اینه که اگر که قبلش دوباره دارم لیسکاف رو براتون توضیح بدم فرقش رو با این بهتون بگم اینو با لیسکاف ممکنه که قاطی بکنید این قانون رو پس اجازه بدید اول من ببرم تون رو یه داکیومنت یه داکیومنت نشونتون بدهم. ببینید بچه ها قانون قبلی که با هم یاد گرفتیم لیسکاف کاف بود اما این قانونی که میخوایم یاد بگیریم اینترفیس سگریشن بیاید اول بگم لیسکاف چی بود یه بار دیگه ببین لیسکاف میگیم بچه ها باید تمام کارهای پدر رو بکنن نباید یک تایپ تایپ بچهش کار سوپر تایپ که کار پدر رو نکنه یعنی چی؟ وقتی میگیم من یک انسانم خب طبیعتا انسان میتونه حرف بزنه میتونه راه بره میشنوه یاد میگیره گوش میکنه و کلی رفتارهای انسانی حق انتخاب داره تصمیم گیری میکنه لاجیک داره هم؟ ارتباط میگیره نمیتونم بگم من یه انسانم و این کارا رو نکنم این قانون لیسکاف سابستوشن میشکونه همه ساب تایپ های یک پدر یک پدر یک سوپر تایپ همه ساب تایپ هاش باید بتونن همه کار پدر رو بکنن وگرنه اصلا بچه اون نیستن ارس اینجا معنا پیدا نمیکنه و شکسته میشه حالا اینجا من به تو خلاصه نشون میدم میگه وقتی شما یه پدری دارید که مثلا یه متدی داره به نام کال بیبی توی تمام ساب کلاس هاش باید این کال بیبی کار کنه و کارش رو انجام بده مثلا اینجا گفته توی کلاس دیوایس داری که یه فانکشن کال بیبی داره حالا این رو تو ارسپری کرده از دیوایس و ها نمیتونه این کال بیبی رو انجام بده این اشتباس راه حل چیه اینه که بیای این کال کردن و یه اینترفیس جدا کنی کلاستم جدا باشه اون جایی که میخوای استفاده بکنه هم کلاس در واقع بشه کلاس پدر و ایمپلمنت بکنه اون اینترفیست که باعث کال کردن نمیشه یعنی اومده جدا کرد رفتار توی یک اینترفیس اما اینترفیس سگریشن اما یه مرز باریکتر و از آزاد فهمیدن آسونه ولی پیرسازی کمی سخته یه مرز باریکتری داره میگه آقا توی یک اینترفیس رفتارهایی که لزوما به هم رب نداره رو نذار حالا مثالش هم براتون الان اینجا آماده کردم بیاید بریم مثال رو ببینیم ببین مثلا من اینجا یه اینترفیسی دارم که آقا میگم حیوونا بعد آقا همه حیوونای من الان دارن غذا میخورن و میخوابن و پرواز میکنن من یه برد دارم که ایمپلمنت کرده انیمال رو خب اینا رو اوورراید میکنه و یه داک دارم که ایمپلمنت کرده انیمال رو خب اینا رو اوورراید میکنه اینترفیس دگریشن میگه ببین تو یه سری رفتارها داری ممکنه بعضی جاها باشن ممکنه بعضی جاها هم نباشن ولی توی یه اینترفیس رفتارها بی ربط به هم نباشن مثلا اینجا ببینید الان ما اینجا یه رفتاری داریم که آقا این فلایه برای برد کار میکنه برای دا کار نمیکنه این اینترفیس یه رفتار بی ربط توی خودش داره این باید جدا بشه بیاد بشه مثلا یه ابسترکتی به نام مثلا فلایبل ام... و بعد یک متد فلای درونش باشه حالا بگیم برد یک انیمال است که یک قانونی هم میپذیرت که در واقع یک انیمالی است که یک قانون دیگری هم میپذیرد اون قانونش چیست فلایبل هم هست پس ایمپلمنت میکنم فلای رو داگ ایمپلمنت کرده انیمال رو دیگه به رفتار فلای هم نیاز نداره ببین اینترفیس ها یک متد یا چند متد هستن ولی مرتبطن بی از هم نیست اگه دیگه اینترفیس داری که متدهایی داره که کارای بی ربط از هم میکنه باید اینا جدا سازی بشه از هم اینترفیس سگریشن اینو میگه میگه اینترفیس هات رو کوچکتر بکن بشکن به رفتار مرتبط و حواست هم به این باشه که اینجوری ایمپلمنت کردنشون و جدا کردنشون راحت تر میشه حالا من این مثال قبلا توی آموزش جاوا خیلی براتون زدم توی آموزش جاوا هم همه جا هست حالا هم توی این دوره فلاتر پریمیوممون هم, هم توی آموزش رایگان یوتیوبمون حالا من خیلی راحتتر میتونم انیمال رو از فلایبل دیستینگویش کنم هر جایی که بخواهم میتونم بگم اونی که فلایبله پس این برده رو شامل میشه اونی که انیماله این دایه و هم اینو شامل میشه دیستینگویش بهتری میتونم بکنم با اینترفیس سگریشن وقتی اینترفیس هامو بشکونم به چیزهایی که به هم مربوطن و جدا و قابل جدا کردنن یه مثال دیگه هم چیزی بهت نشونتون بدم البته قبلش این کد که سلوشن بود رو برمیدارم میام توی این کارکس میگم که ISP کارکت. that's dart. مدل درستش رو اینجا براتون گذاشتم اینم کنترل زد میزنم تا مدل رانگش اوکی بشه معلوم بشه اوکی این فلایش هم اوکی این میشه مورد رانگش این میشه مورد کارکتش اما یه مثال دیگه نشونتون بدم لحظه یه اینتر میزنم حالا اینا می این رو پاک میکنم ولی زمینی اینو میذارم اینجا که ببینید اینجا رو ببینید من اگه یه اپس کلاس ورکر داشته باشم میگم آقا این اینترفیس من این ابسترکت ایده من این ایده ای ابسترکت من حالا مفهوم اینترفیس رو در نظر اینجا یک ورک و یک اسلیپ داره کارگرها این کلاس پدر کارگرهامونه. این دوتا رفتار نمیخونن توی یک اینترفیس اینا باید جدا بشم از هم چرا چون مجبور میکنن این فرزندان رو که اینا رو ایمپلمنت بکنن حالا چرا بده چون اگه یه ربات داشته باشیم دیگه ربات نمیخوابه مشکل اینجا ایجاد میشه به خاطر همین این اسلیپ رو میذاریم توی یک اینترفیس دیگری خب مثلا به اسم هیومن ورکر حالا انسانه علاوه بر اینکه یک ورکره یک هیومن ورکر هم هست دو تا در واقع اینترفیس داره دو تا قانون رو میپذیره دو تا موجودیت رو ایمپلمنت میکنه روی خودش هم ورکره هم یه هیومن ورکره ولی ربات فقط یه ورکره رفتار اسلیپ هم خورده میشه زیرش این میشه اینترفیس سگریشن ایزی دمتون گرم که این ویدیو همراه من بودید بیاید بریم سراغ ویدیوهای بعدی اینا مفاهیم کلی که یعنی هم روشون زیاد دیپ نشید الان فقط اینا رو توی ذهنتون باید نگه دارید پرورش بدید توی مثالهای خودتون هی سعی کنین هر چقدر کوچیک یا شانسی یا ام... با تلاش اینا رو پیاده بکنید بعد هی پخته تر میشن ایزی بریم سراغ ویدیو بعدی Let's do this. سلام به همه برادر بچه برنامه نکردم چرا ببخشید <تصفيق> <تصفيق> سلام به همه برای چه برنامه نویسه <applause> همیشه میخوام یه سوتی که میدم و عادی کنم این زنگه رو میزنم سر تا سر ایران چطور عشقه هم میرمد قربونتون بشم من بچه روی این ویدیو میخوام در مورد پرینسیپل دیپندنسی اینورژن با صحبت کنم لحظه رو سوش اینورژن <applause> The DIP states that we should favor abstraction over implementations طبق معمول انگلیسی هر... انگلیسی خوندن هر چیزی باعث میشه که اون چیز حتی اگر ساده ترین چیز دنیا باشه ده برابر سخت تر شده کلمات قلم سوم به کار میبرم اما بیاید بریم امیر احمد شده شو ببینیم عشق امیر احمد قبلش باید یه مفهومی رو بهتون بگم به نام لو لول و های لول این لو لول کلاس های لول کلاس چیه ببین کلاس لولوه کلاسیه که یه کاری براتون میکنه فرض بکنید یه کلاس A دارید که سیب زمینی پوست میکنه خب یه کلاس B دارید که توی خودش وابسته است به این کلاس A یه آبجکت از کلاس A توش هست که متد پوست کندنش رو صدا میزنه و این کلاس B سیب زمینی رو سرخ میکنه و غذا رو به مشتری میده میبینی کلاس B داره از کلاس A استفاده میکنه کلاس A فقط یک کار انجام میده کلاس B از این کلاس A ای استفاده میکنه برای اینکه یه نتیجه گیری بکنه و یه سرانجامی داشته باشه اصطلاحا میگن اورکستریت داره میکنه خب کلاس B میشه کلاس های لول ما کلاس A که فقط یک کار انجام میده میشه کلاس لو لول ما خب این میشه کلاس های لول و لو لول پس کلاس ها های لول کلاسیه که از بقیه کلاس ها استفاده میکنه تا یه کار رو نتیجه داشته باشه و سرانجامش رو نشون بده کلاس های لو لول کلاسی که فقط پرفورم میکنن یه اکشنی یه عملیاتی رو برامون انجام میدن حالا به این قانون دیپندنسی اینورژن قانون دیپندنسی اینورژن اینو میگه ببین میگه های لول ماژول شود نات دیپند آن لو لول ماژول میگه های level نباید به low level دیپند باشه وابستگی داشته باشه مفهوم دیپندنسی که بهتون توضیح دادم از قبل They should depend on abstraction دو تاشون اونها باید به abstraction دیپند باشن باید یه لایه ابسترکتی باشه که برسه بعد به این دو تا مفهوم ما بعد گفته secondly دو ومن abstraction abstractions should not depend upon details details should depend on abstraction طبعیه. میگه دیتیل اتفاقات جزئیت باید وابسته باشن به یه abstractionی حالا کل این چه چیه به نظر من راحت ترین قسمت این قانون سالید این کد نشون دادنشه بیایید بریم با همدیگه کد رو ببینیم کد رو نشونتون بدم اینجا رو ببینید براتون توی قسمت DIP Dependency Inversion Principle توی رانگش فایل گذاشتم دی آی پی دات دارت. این فایل رانگ ماست ببین میگیم فرض کن ما داریم برای یک کتاب خونه برنامه می نویسیم و یه مفهوم بوک داریم کتاب این کتابه میتونه ریویوز سی ریویوز بشه یعنی این ریویو هاش نظراتی که براش بوده در واقع شده دیده بشه و میتونه رید سامپل بشه یه سامپل کوچیک که مثلا یه چند صفحه هست میتونه خونده بشه این دوتا میتونن که این کارو براش توش میکنن پرفورم اکشن میکنه بوک این میشه کلاس لو لول ما یه کلاسی که یه کاری انجام میده کلاس شلف ما یه بوک داره یه بوک میگیره در واقع وابستگی داره به یه آبجکت بوک که این بوک رو میاد حالا به قفسه اضافه میکنه یا قفسه رو تغییر میده این میشه کلاس های لول ما ببین از این داره استفاده میکنه برای اینکه یه کاری انجام بده به یه سر انجامی برسه مثلا کتاب رو به قفسه اضافه میکنه توی این سناریو ما این میشه های لولمون این میشه لو لولمون حالا دیپندنسی ورژن چی میگه؟ میگه اگر فرداروزی یک کلاس دیگری قرار شد اضافه بشود قرار شد در قفسه های شما دیویدی هم قرار بگیرد مثلا من اینجا کدش کپی پیس میکنم میگه آقا فرض کن یه کلاس دیویدی هم داری که سی ریویوز داره و واچ سمپل این سمپلش خوندنی بود این سمپلش دیدنیه خب میگه حالا اگه این اتفاق افتاد تو چی داری؟ تو یه شلفی داری که فقط با بوک کار میکنه دی الان دیویدی رو میخوای چیکار کنی اگه اینجا بگی دیویدی که دیگه بوکی در کار نیست نمیتونم اینجا بیای دیویدی رو اضافه بکنی چون باید یه متد دیگه بزنی برای مثلا عد دیویدی اگه یکی دیگه هم اضافه شه باید دوباره یه متد و یه وابسته دیگه دیگه اضافه بکنی مثلا قوانین رو میزنه زیرش میبینی میگه چی کار باید بکنی من یه بار دیگه میخوام به جملهش اشاره بکنم ببین میگه های لول نباید دیپند باشه به لو لول های لول نباید دیپند داشته باشه به بوک یا با دیویدی ما به این لو لول های ما دوتاشون باید دیپند باشن به یه ابسترکشنی یعنی چی؟ یعنی میام رفتار عمومی این کلاس های لو لول رو در نظر میگیرم میگم خب اینا دوتاشون یه ریویو دارن و یه سمپل حالا این میخونه این میبینه من اینو میام چی کار میکنم اینو میام توی یه ابسترکشنی میذارم به اسم مثلا پروداکت یه متد ابسترکت سی ریویو بهش میدم ری ریفیوز یه متود ابسترکت get sample حالا اینا دیگه ایمپلمنتیشنشون رو میدن به یه ابسترکت در واقع وابسته میشن به یه ابسترکتی ایمپلمنت میکنن پروداکت رو میبینی ایمپلمنت میکنم پروداکت رو و حالا دیگه این کلاس های لول ما وابسته به یه لو لول مثل بوک یا دیویدی نیست میره وابسته به یه ابسترکشنی میشه میگیم یه پروداکتی حالا این پروداکته هر چیزی هست توی خودش در واقع موقع اد شدن ما میتونیم حالا هر کاری بکنیم اینجا پروداکت یا هر کاری مثلا اینجا میتونیم بگیم آقا کار ندارم پروداکت چیه تو بیا مثلا سی ریویوزش کن مثلا حالا این میتونه یه دیویدی باشه یا میتونه یه دونه میبینی بوک باشه کل این مفهوم داره اینو میگه که هم سختش نکنید دیگه برای خودتون ایزی دمتون گرم که این همراه من بودید بیایید بریم سراغ ویدیوهای بعدی Let's do this.